سیاب دلانگی KG79 یا سیاب خوش ساخت، قوی، ظریف، زیبا و کم صدا. بیایم ازش آسیاب بگیریم برای اینکه ببینیم اینایی که گفتم هست یا نه. درب قسمت بالای آسیاب رو باز میکنیم، قطعاتی که برای آکبند بودن دستگاه بوده جمع میکنیم، میذاریم کنار و قسمت داخل آسیاب رو ببینید. حالا من قبل اینکه اینو ببندم و میخوام امتحان بکنم سیف بودن این آسیاب رو، دکمه رو میزنم، ببینید روشن نمیشه. حالا با درب خود آسیاب امتحان میکنیم. این یک آسیاب بسیار ایمن هست. پیچی که برای تنظیم ظرافت آسیاب هست، از ریز تا درشت یا همون فاین تا کورس. قسمت درب رو باز میکنیم، داخلش رو ملاحظه بکنید. با چرخوندن این پیچ سنگ آسیاب به قسمت پایینی نزدیکتر و یا دورتر میشه و پیچی که برای تنظیم تعداد شات ها، مثلا الان ما روی 6 شات میذاریم و وقتی دکمه رو بزنیم 6 شات تقریبی برای ما آسیاب میکنه. خب حالا وقتشه که بریم یه مقدار از دونه مدیوم ویژه ننجون با این آسیاب دلانگی آسیاب بکنیم و تست بگیریم. دونه مدیوم ویژه ننجون ترکیب فوق‌العاده ای از عطر و طعم و کافئینه که اونایی که مصرف کردن میدونن، بهتون حتما پیشنهادش میکنم. مقداری قهوه رو میریزیم و درب رو در جای خودش قرار میدیم. یه مخزن فوق‌العاده اینجا هست برای نگهداری پودری که آسیاب شده. این حتما باید کاملا در جای خودش قرار گرفته باشه. بریم برای تنظیم درجه آسیاب و زمان آسیاب. هرچه درجه رو به سمت دونه های درشت‌تر بچرخونیم، یعنی آسیابمون رو کورس گرفتیم، یعنی درشت‌تر، و یا بالعکس تا انتها و به ریزترین یا فاین میرسیم. ما این رو حالت مدیوم قرار میدیم و آسیاب رو تست میگیریم. چون میخوام تست بگیرم، درجه تایم رو کمترین حالت خودش قرار میدم و بعد آسیاب رو روشن میکنم. باز کنیم محفظه رو و آسیاب رو چک بکنیم. بله، این آسیاب بسیار برای اسپرسو درشته، ولی جالب این که بسیار یک دسته. به نظر من الان در این درجه یه آسیاب فرانسه خیلی خوب و یک دست داریم. ملاحظه کنید دونه هاش خیلی خوب و به هم نزدیکن. بریم درجه رو کمتر بکنیم به اندازه اسپرسو برسیم. به صورت تجربی من میدونم در این درجه آسیاب وقتی اون ذرات رو بهمون میده، تقریبا ما باید اسپرسو رو اینجا بگیریم. بریم که یه اسپرسوی فوق العاده خوب داشته باشیم. به به، به این میگن آسیاب کم صدا. و حالا ملاحظه کنید خیلی یک دسته، خیلی فوق‌العاده است.